سلام، سه‌شنبه 27 آذر 97 18 دسامبر 2018 میلادی. بازخواهی از این که به دلیل سفر برنامه از داخل اتومبیل خدمتتون ارائه میشه در مورد 6 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول این که تا کنون اسامی 42 نفر از کارگران فولاد اهواز که دستگیر شدند احراز شده، اگرچه آقای وزیر کار قول داده که پیگیر آزادی کارگران باشه، اما با توجه به پیشینه امنیتی و اطلاعاتی خود او و سیاست کلی آقای خامنه‌ای که سرکوب و ارعاب مردم هست، به این گونه قول‌ها نمیشه اعتماد کرد. سخنگوی وزارت خارجه امریکا معاونش آقای رابرت پالدینو هم در نوشته‌ای به شدت انتقاد کرده به حکومت ایران و برخوردی که با کارگران میکنه که تنها خواستشون وضعیت زندگی و معیشتشونه. سپیده قلیان هم که با کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شده بود، فعال مدنی و روزنامه نگار، امروز با وثیقه 500 میلیون تومانی تا زمان دادگاه آزاد شد. امروز سه‌شنبه 27 آذر بازنشستگان لشکری و کشوری هم جلوی مجلس شورای اسلامی در تهران و اداره کل برنامه و بودجه در مشهد تجمع اعتراضی داشتند. بازنشستگان خواستار این هستند که در بودجه سال 98 حقوق اونها متناسب با خط فقر استاندارد تعریف شده افزایش پیدا کنه، به بالای خط فقر بیاد و ضمناً صندوق‌های بازنشستگی که اموالشون حیف و میل شده احیا بشن، ضمن اینکه بیمه و موارد دیگری رو هم مطرح میکنن و همینطور خواستار توقف برخورد با فعالین صنفی و مدنی هستند و آزادی کارگران، معلمان، دانشجویان و دیگران رو خواستار شد. شعارهای مختلفی در محکوم کردن وضعیت ظلم و فقر و اختلاس و دزدی و غیره سر دادند، از جمله شعار دشمن ما همینجاست، دروغ میگن امریکاست، از شعارهایی بود که در تجمع بازنشستگان هم تکرار شد. موضوع دوم این که مجمع عمومی سازمان ملل مصوبه کمیته سوم حقوق بشر این سازمان رو که آبان ماه در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران تصویب شده بود و موارد متعددی از نقض حقوق بشر در قطعنامه پیشنهادی کانادا بود رو مجمع عمومی هم تصویب کرد. 84 کشور رأی موافق، 30 مخالف و 67 ممتنع. برای چندمین سالی است که مجمع عمومی سازمان ملل وضعیت حقوق بشر در ایران رو بررسی میکنه و موارد نقض اون رو محکوم میکنه. گزارشگران بدون مرز هم گزارش سالیانه خودشون از وضعیت خبرنگاران و روزنامه نگاران و خبرنگاران شهروند، خبرنگار غیر حرفه‌ای رو در کشورهای مختلف بررسی میکنه. در مورد ایران به موارد دستگیری ها یه روزنامه نگاران حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای اشاره شده و کماکان ایران یکی از 5 زندان بزرگ روزنامه نگاران در دنیاست، در رتبه 4 و 5 همراه با عربستان سعودی قرار داره. چین کماکان بزرگترین زندان روزنامه نگارانه و ترکیه هم به دنبال چین دومین کشور محسوب میشه. موضوع سوم این که دو نوکیش مسیحی دیگر در اهواز بازداشت شدند. بعد از بازداشت شیما و شکوفه زنگنه، فرزاد بهزادی زاده و عبدالله یوسفی شیخ رباط دو نوکیش مسیح دیگری هستند که بازداشت شدند. در آستانه کریسمس و اعیاد مسیحی ها موج سرکوب و دستگیری نوکیشان مسیحی افزایش پیدا کرده.
کیفرخواست نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و وکیل سرشناس زندانی هم به دادگاه انقلاب ارائه شده. مواردی که قبلا هم در مورد نسرین مطرح شده بوده و جالبه یکی از موارد کیفرخواست گذاشتن دست گل در کنار سکوی برق از سوی نسرین ستوده عنوان شده به عنوان جرم. موضوع چهارم این که آتش سوزی بخاری نفتی در دبستان در زاهدان دبستان اسوه باز هم قربانی گرفت. تا کنون 3 کودک کشته شدند و تعداد مجروحین و سوختگان هم بخشیشون حالشون نامساعده و خطر فوتشون وجود داره. اگرچه مدیر کل آموزش و پرورش منطقه استعفا کرده و بحث دستگیری مدیر مدرسه و ناظم هم مطرحه، اما اینها چاره کار نیست. چاره کار بازسازی کلاس‌های غیر استاندارده که برای بازسازی 120 هزار کلاس درس غیر استاندارد از جمله داشتن بخاری نفتی و غیره نیاز به 10 هزار میلیارد تومان بودجه است که به نرخ ارز امروز 1 میلیارد دلار میشه. یعنی آقای خامنه‌ای اگر فقط هزینه اندکی از هزینه‌ای رو که در سوریه سالیانه میکنه، بیش از 6 میلیارد دلار گفته میشه برای هزینه چند ماهو به آموزش و پرورش مملکت اختصاص بدن، کودکان معصوم در آتش نمیسوزن. فیلمی که از آقای هاشمی رفسنجانی تهیه شده، فیلم مستند زندگی او، با فشار مقامات امنیتی و نهایتاً بیت رهبری مواجه شده، در حدی که در مراسم نمایش فیلم در دانشگاه تهران خانواده آقای هاشمی رفسنجانی از جمله برادر او نتوانستن شرکت کنند و مراسم نمایش فیلم اساساً در دانشگاه امیرکبیر هم لغو شد. آقای محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم صراحتا عنوان کرده که لوایح چهارگانه FATF 3 تاش خلاف قانون اساسی است. به این ترتیب این خود شورای نگهبان انگاری مجمع تشخیص مصلحت جدی‌تر شده و موضوعی که با اعتراض پاره‌ای نمایندگان مواجهه و مجمع تشخیص عملاً به سد دیگری در قانون گذاری تبدیل شده. و جالبه که آقای جنتی که رئیس شورای نگهبان هم هست، در غیاب آقای هاشمی شاهرودی و مریضی او، رئیس عملاً رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم شده. ایشون رئیس مجلس خبرگان هم هست. به این ترتیب دیده میشه که 3 نقطه حساس نظام جمهوری اسلامی در دست فردی است که بیش از 92-93 سال سن داره و به امیرالمومنین معروفه. این ماجرا بیش از هر چیز خالی بودن دست آقای خامنه ای رو نشون میده. موضوع پنجم این که سفیر سپاهی جمهوری اسلامی در عراق، یعنی آقای ایرج مسجدی، دست گل به آب داده و در مراسمی که برای بزرگداشت کشته شدگان عراقی به دست داعش برگزار بوده، موقع ادای احترام و بلند شدن حاضرین بلند شده و مجلس رو ترک کرد. این موضوع با اعتراض بسیاری نمایندگان مجلس عراق و سیاستمداران و احزاب عراقی مواجه شده که حتی خواستار اخراج آقای مسجدی از عراق شدند. روزنامه تایمز اسرائیل هم از قول آقای نتانیاهو نقل کرده که او گفته جاسوس‌های ما به ایران زیاد رفت آمد می‌کنند و دائما هم از برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ما ارزیابی داریم. موضوعی که میشه گفت به نوعی قدرت نمایی اطلاعاتی آقای نتانیاهوست و با توجه به پیشینه قبلی و ترور دانشمندان هسته‌ای و یا بردن بیش از 500,000 اسناد هسته‌ای و غیره، میشه گفت خیلی هم خالی از وجه نیست. اما موضوع آخر این که آقای خامنه‌ای در درس فقه خودش عنوان کرده که اگر عقل داشته باشیم
باید دنبال ریاست ندویم. ضمناً به روایات و احادیث هم ایشون ارجاع داده و عملاً دنبال ریاست رفتن رو مذمت کرده. به ایشون باید گفت میشه بی زحمت این حرف رو خودتون گوش کنید و 30 سال در بالاترین رده کشور، قبلم 8 سال رئیس جمهوری، برای حفظ ریاست ده ها و بلکه صدها نفر رو یا کشتید یا زندان کردید و حالا هم دنبال ریاست برای پسرتون هستید. اگر میشه این حرف رو اول خود ایشون گوش کنه و بگذاره ملت در مورد ایشون تصمیم بگیره در یک رفراندوم آزاد زیر نظر سازمان‌های بین‌المللی. واعظ غیر متعیس که میگن مصداقش آقای خامنه‌ای است. اندکی صبر، سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز، موفق و سرفراز باشید، به امید پیروزی ایران و ایرانی.